با سلام مجدد، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای ما. لطفاً چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگ آگهی را فعال سازید تا هیچ یک از ویدیوهای جدید و جالب ما را از دست ندهید. پنجمین انفجار در کابل. انفجار پنجم در شهر کابل یک موتر نو کرولای شخصی را هدف قرار داده است. قماندان‌های امنیه کابل و ولایات که جدیداً مقرر شدند. واکنش رئیس جمهور و عبدالله عبدالله به انفجارهای کابل. لطفاً تا پایان ویدیو با ما همراه باشید. با گزارش از روزنامه 8 صبح، در کابل پنجمین انفجار به وقوع پیوسته است. روزنامه 8 صبح گفته است که پلیس کابل اعلام کرده است که حوالی ساعت 4:15 عصر روز چهارشنبه 22 دلو یک موتر نو کرولا در کنار پارک زرنگار از مربوطات ناحیه دوم شهر کابل آتش گرفته است. با گفته فردوس فرامنز، سخنگوی پلیس کابل این حادثه را تلفات در پی ندارد. سخنگوی پلیس کابل علت آتش سوزی این موتر را اعلام نکرده است. اما شاهدان رویداد میگویند که این موتر در اثر انفجار ماین مغناطیسی آتش گرفته است. در همین حال آژانس خبری پژواک خبر داده است که قماندان‌های امنی کابل و ولایات جدیداً مقرر شدند. یک جنرال جمعگل همت به حیث قماندان پلیس ننگرهار. دو جنرال جمشید توتاخیل به حیث قماندان پلیس کابل. سه جنرال سنایی استانکزی به حیث قماندان پلیس هرات. 4. جنرال توریالای فراهی به حیث رئیس عمومی پلان و اپراسیون وزارت داخله و 5. جنرال زلمای منگل به حیث رئیس عمومی جرایم جنایی وزارت امور داخله تعیین شدند. در همین حال رئیس جمهور غنی در واکنش به انفجارهای کابل گفته است طالبان به صلح باور ندارند و تنها وضعیت را پیچیده تر می سازند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور در واکنش به انفجارهای اخیر در شهر کابل میگوید که طالبان به صلح باور ندارند و تنها وضعیت را پیچیده تر میسازند. به گزارش از خبرگزاری جمهور آقای غنی گفته دشمنان صلح و آرامش افغانستان با انجام یک حمله تروریستی بالای ریاض احمد خلیل سرپرست ریاست انکشاف دیهات و ولایت میدان وردک در منطقه باغ داوود ناحیه پنجم شهر کابل موصوف و دو تن از همکاران وی را شهید و یک تن دیگر را مجروح ساختند و همچنان در یک رویداد تروریستی جداگانه 4 تن از محافظین خط آهن خواف هرات را در مسیر شاهرای هرات اسلام قلعه شهید کردند. و ضمن محکوم نمودن شدید این حملات تروریستی گفته که طالبان با بهانه‌جویی های پیهم از گفتگوهای صلح اجتناب می‌ورزند و با تشدید خشونت‌ها یک بار دیگر ثابت ساختند که به صلح باور ندارند و در پی کشتار مردم بیگناه می‌باشند. رئیس جمهور افزوده که توسل به ادامه خشونت‌ها بدترین روی کرده است که با تأسف گروه طالبان اختیار کرده است و بجز پیچیده شدن بحران و تداوم جنگ نتیجه دیگری را در قبال ندارد. آقای غنی به ارگان‌های مربوطه به خاطر شناسایی و مجازات عاملین رویدادهای متذکره هدایت داده است. در این اواخر رویدادهای ناشی از انفجارهای ماین‌های مغناطیسی و جاسازی شده در شهر کابل به گونه‌ای بی‌سابقه افزایش یافته است. با آنکه کابل هم روز شاهد رویدادهای تروریستی است، اما مسئولیت این رویداد را فرد یا گروهی به عهده نمی‌گیرد. مقام‌های دولت افغانستان می‌گویند که شواهد کافی در دست دارند که نشان می‌دهد گروه طالبان این حملات تروریستی را انجام می‌دهند. در همین حال عبدالله عبدالله با نشر اعلامیه گفته است که با تأسف در حملات تروریستی امروز در پایتخت شماری از مردمان بیگناه به شمول آمر حوزه پنجم امنیتی کابل به شهادت رسیدند. این حملات بزدلانه و تروریستی را با کلمات شدید محکوم میکنیم. گروه های جنایتکار تروریستی با این گونه حملات وحشیانه عمق جبونی و خونخواریشان را نشان میدهند. این حملات مغایر تمام اصول ورزش های اسلامی و انسانی است و در هیچ دین و آیین جایی ندارد. ادامه حملات تروریستی و جنایتکاران نشان می‌دهد که دشمنان مردم افغانستان همچنان بر طبل جنگ و خونریزی می‌کوبند و تعهد و باور به صلح و آشتی ندارند.
آقای عبدالله در اخیر گفته است به شهدای رویداد تروریستی امروز بهشت برین می طلبیم و با خانواده ها و بازماندگانشان ابراز همدردی و غمشریکی می کنیم. این در حالی است که شهر کابل امروز شاهد 4 انفجار بوده است. 3 انفجار در کابل، 2 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. به گزارش از اطلاعات روز، فرماندهی پلیس کابل میگوید که در نتیجه 3 انفجار جداگانه در شهر کابل و ولسوالی پغمان این ولایت 2 نفر کشته و 5 نفر زخمی شدند. فردوس فرامرز سخنگوی فرماندهی پلیس کابل گفته است که انفجار نخست حوالی ساعت 8:12 صبح امروز چهارشنبه 22 دلو در ساحه قلعه عبدالعلی ولسوالی پغمان رخ داده است. آقای فرامرز افزوده که این رویداد ناشی از انفجار ماین بوده و در آن یک موتر نو رنجر هدف قرار داده شده است. به گفته او این انفجار تلفاتی در پی نداشته است. انفجار دوم حوالی ساعت 8:38 صبح امروز چهارشنبه 22 دلو در ساحه قوای مرکز در مربوطات ناحیه دوم شهر کابل رخ داده است. سخنگوی فرماندهی پلیس کابل گفته است که این رویداد ناشی از انفجار ماین بوده و یک اراده موتر نو فورتنر را هدف قرار داده است. به گفته او در این انفجار 4 نفر زخمی شدند. انفجار سوم در شهر کابل حوالی ساعت 8:55 صبح امروز در نزدیکی چهارراهی برکی رخ داده است. به گفته سخنگوی فرماندهی پلیس کابل این رویداد نیز ناشی از انفجار ماین بوده و یک اراده موتر نو لندکروزر در آن هدف قرار گرفته شده است. او افزود که در این رویداد 2 نفر کشته شدند، 1 نفر دیگر نیز در این انفجار زخمی شدند. مسئولیت این انفجارها را هنوز شخص و یک گروه به عهده نگرفته است. این در حالی است که چند ماه گذشته در شهر کابل انفجار ماین ها و ترورهای هدفمند به صورت نگران کننده افزایش یافته است. اما این رویدادها علیل رغم وعده حکومت برای مهار آنها هنوز به وقوع می پیوندند و قربانی می گیرد. مسئولیت بیشتر آنها را شخص و یا گروهی به عهده نگرفته است. اما دولت همواره این رویداد را به گروه طالبان نسبت داده است. این در حالی است که مسعود اندرابی وزیر امور داخله میگوید در صورت ناکامی تلاش ها برای رسیدن به صلح نیروهای امنیتی برای جنگ آمادگی دارند. محمد یونس قانونی عضو کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی نیز میگوید اگر جنگ بر افغانستان تحمیل شود گزینه جز دفاع مشترک و رفتن به مقاومت دوم وجود نخواهد داشت. او دلیل بنبست در گفتگوهای دوحه را تفاوت دیدگاه در حکومت و سیاسیون بیرون از نظام میداند و تاکید دارد که قرائت‌های متفاوت آمریکا، طالبان و حکومت پیشرفت صلح را صدمه زده است. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی هم حفظ دستاوردها، آزادیها و نظام مردم سالار را حق مردم و حفاظت از آن را جز مسئولیت‌های حکومت می‌داند. این در حالی است که دیروز 5 تن از اعضای گروه گفتگو کننده صلح دوحه دولت و به کابل فراخوانده شدند. در همین حال چند روز پیش رسانه‌های غربی به نقل از مقام‌های گروه طالبان گزارش دادند که رهبری این گروه از جنگجویانش خواسته است تا به میدان‌های جنگ برگردند. دوستان عزیز، سپاس از اینکه تا پایان ویدیو با ما همراه بودید. لطفاً برای ویدیوها بیشتر و مطالب دیگر چینل ما را سابسکرایب نمودید و زنگ آگهی را فعال سازید. تا ویدیو و مطالب بعدی، بدرود.